سرجلاد قاسم سلیمانی، قاتل مجاهدان و مردم ایران و خلقهای منطقه. سنگین‌ترین حمله موشکی برای قتل عام مجاهدین در لیبرتی با شلیک 80 موشک به سرکردگی جلاد قاسم سلیمانی. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، شماره 12، 9 آبان 94. حمله مرگبار به لیبرتی. پاسدار سرتیب ایرج مسجدی، مشاور عالی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی تروریستی قدس، به فالح فیاض گفته است برخی از فرماندهان قدس اصرار دارند که باید حمله شبیه حمله اول سپتامبر 2013 به اشرف به لیبرتی انجام شود. خواهر مجاهد نیره ربیعی از شورای مرکزی مجاهدین، فرماندهان و مجاهدان والا و قهرمان حسین ابریشمچی، منوچهر براتی، فرشید ربیعی، حمید دهقان، ابو طالب هاشمی، اکبر علی دوست، احمد مسجیان، حمید رضا ایمن، کیومرث یوسفی، بهزاد میرشاهی، محمد علی میرزایی، عبدالرضا وادیان، جاسم قصیر، سهراب همایون فر، رجب علی قربانی، حسن توفیق جو، حسن ابراهیمی، شریف ویسی، امیر حسین عداوی، حسین سربازاد، جواد میر سالاری و حسین گندمی. قاسم سلیمانی دستور خامنه‌ای برای حمله موشکی تیر 95 به لیبرتی با 50 مصدوم و مجروح را اجرا کرد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. موشک‌ها توسط صنایع سپاه پاسداران بر روی یک تریلی تعبیه شده بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی از درون رژیم آخوندی و آثار به جا مانده از موشک‌های شلیک شده، جزئیات جدیدی از حمله موشکی 14 تیر به لیبرتی که 50 مجروح و مصدوم بر جای گذاشت به اطلاع عموم میرسد. تصمیم حمله موشکی از سوی خامنه‌ای در واکنش به روند انتقال ساکنان از عراق گرفته شد و هدف آن گرفتن تلفات هرچه بیشتر از مجاهدین بود. این مأموریت را قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، و پاسدار سرتیب ایرج مسجدی، معاون او، به شبه نظامیان ابلاغ کردند. موشک‌های شلیک شده 50 فروند موشک 240 میلیمتری موسوم به فلق 1 ساخت صنایع سپاه پاسداران بود. وزن این موشک 111 کیلوگرم و کلاهک جنگی آن 50 کیلوگرم است و دارای سوخت جامد و دو مرحله است. برد این موشک‌ها 10 کیلومتر است. موشک‌ها در لیبرتی گودال‌هایی با قطر 4 متر و عمق 1.5 متر ایجاد کردند. سکوی پرتاب موشک‌ها در دسته‌بندی‌های 8 تایی روی یک تریلی در صنایع سپاه پاسداران تعبیه شده و به شبه نظامیان وابسته به نیروی تروریستی قدس در عراق تحویل داده شده است.
موشک‌ها از منطقه اقرغوف به فاصله 5 کیلومتری در شمال غربی لیبرتی شلیک شده است. شبه نظامیانی که در منطقه ابو غریب و مناطق نزدیک به فرودگاه مستقر هستند، انتقال تریلی به محل شلیک و عبور آن از ایستگاه‌های پست و بازرسی مختلف را تسهیل کرده‌اند. در جریان این حمله جنایتکارانه، بخش‌های وسیعی از کمپ تومه حریق و یا ویران شد و بسیاری از متعلقات ساکنان از بین رفت. از جمله 116 بنگال، سالن و سایر اماکن منهدم و یا غیر قابل استفاده شد. بیش از 1000 دستگاه کولر آبی، کولر گازی، فنکوئل، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، انواع وسایل برقی، کامپیوتر، چاپگر و دیگر وسایل زندگی ساکنان از بین رفت. لاف و گزاف ابلهانه پاسدار قاسم سلیمانی به نیابت از رئیس جمهور و وزیر خارجه رژیم، عقده گشایی هراسان علیه مجاهدین و مقاومت ایران. مجاهدین را دور خود جمع کرده اید تا چه چیزی را ثابت کنید؟ از سخنگوی مجاهدین به سرکرده لاتلمپنهای نظام، فعلا قاچ زین ولایت را محکم بچسب، فرصت زیادی تا انفجار خشم خلق و دیدار با لاجوردی نمانده است. آخوندها و پاسداران باید دست آمریکا را به خاطر بمباران و خلع سلاح مجاهدین ببوسند و الا مدت ها پیش سرنگون و به درک واصل شده بودند. دور دار فش فش دور دار فش فش دور دار فش فش دور دار فش فش. روز اول مرداد، رئیس جمهور آمریکا در یک اخطار شدید اللن و بی سابقه خطاب به آخوند روحانی، رئیس جمهور ارتجاء و زباندرازی های نمایشی او، با اشاره به تفاوت دولت مماشادگر قبلی آمریکا با دولت کنونی این کشور گفت: مواظب باش، ما دیگر آن کشوری نیستیم که اظهارات دیوانوار و مرگ و خشونت از جانب شما را تحمل کند. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود افزود: اگر دوباره ما را تهدید کنی، متحمل عواقبی خواهی شد که در طول تاریخ کمتر اتفاق افتاده است. این اخطار که برای نخستین بار در تاریخ روابط آمریکا با رژیم‌های حاکم بر ایران صورت می‌گیرد، سراپای رژیم آخوندی را در وحشت و اضطراب فرو برد و آخوندها و پاسداران دچار برق گرفتگی شدند. خامنه‌ای و آخوند روحانی برای کنترل وضعیت و جلوگیری از تشدید تضاد، از موضع‌گیری بلافاصله خودداری کردند. روز بعد علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاء، در پاسخ به یکی از نمایندگان رژیم که چرا پاسخی به اظهارات ترامپ داده نمی شود گفت: ما که جواب هر حرف مفتی را نباید بگوییم. این حرفهایی که ایشان زد سطح دیپلماتیک نداشت. اما ترس و وحشت در میان آخوندها و پاسداران دور و نزدیک نظام به حدی بود که نمی شد قورت داد و خامنه‌ای ناگزیر پاسدار دشخیم قاسم سلیمانی را برای خالی نبودن عریضه
به نیابت از رئیس جمهور و وزیر خارجه رژیم به صحنه فرستاد تا مسئله را فعلا با لاتبازی و لاف و گزافهای ابلهانه و به خصوص لجن پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران رفع و رجوع کند. پاسدار جلاد ابله خطاب رئیس جمهور آمریکا گفت شأن رئیس جمهور ما نیست که جواب تو را بدهد. من به عنوان یک سرباز جواب تو را می دهم. ترامپ کابارچی و قمارباز، من خودم به تنهایی در مقابلت می ایستم. جلاد وحشت زده آنگاه به فحاشی علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت پرداخت و گفت قبلاً آمریکا یک ابهتی داشت، ناوگانش حرکت می کرد، ملتی فرو می ریخت. امروز به مجاهدین دلبسته اید، مجاهدین را دور خود جمع کرده اید تا چه چیزی را ثابت کنید؟ سخنگوی مجاهدین درباره ترس و وحشت رژیم آخوندی همزمان با شکست و رسوایی عالمگیر طرح و برنامه تروریستی علیه بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج از ایران و همزمان با اعتصاب کامیونداران و بالا گرفتن قیام‌ها در خرمشهر و برازجان و افزایش شوکه کننده نرخ دلار در بازار تهران گفت اولاً برق گرفتگی و وضعیت دردناک رژیم آخوندی که لرزه‌های سرنگونی سراپای آن را فرا گرفته است برای همه روشن است، آنقدر که چاره‌ای جز به صحنه فرستادن پاسدار جلاد قاسم سلیمانی به جای روحانی و ظریف باقی نمانده است. ثانیاً آخوندها و پاسداران باید دست آمریکا را به خاطر بمباران و خلع سلاح مجاهدین ببوسند و الا مدتها پیش سرنگون و به درک واصل شده بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران به همین منظور 820 تانک و زره پوش، 510 قبضه انواع توپ ها و 17,000 سلاح دیگر آماده کرده بود که آخوندها به لطف آمریکا موقتاً از آن جان به در بردند. هرچند تسلیحات و مهمات لازم برای سرنگونی در داخل میهن اشغال شده یافت می شود. ثالثاً سرکرده لاتولمپنهای نظام که در عملیات فروغ جاویدان در لشکر 41 ضد سار الله ضرب شست ارتش آزادی بخش ملی ایران را به خوبی چشیده، بهتر است فعلا قاچ زین ولایت را محکم بچسبد، زیرا فرصت زیادی تا انفجار خشم خلق و دیدار محتوم با لاجوردی نمانده است.